وقتی بحث تقلب رو مطرح میکنید شما در انتخابات، مشخصا منظورتون هست که چه کسی الان در این شرایط توان اینو داره که تقلب بکنه؟ آیا منظورتون برشک همین موضع‌گیری هاییست که آقای مصلحی و نمیدونم خبرگزاری فارس و اینا اعلام میکنن، یا حتی مهر که میگن آقای روحانی رو قرار بوده که احتمالاً رد صلاحیت بکنن، یا حتی موضع‌گیرایی که آقای احمد خاتمی کرد، گفت این تعفن سیاه‌نمایی رو بعضی کاندیداها حس میشه کرد؟ یه واقعیتی هم که وجود داره این که عده اعتقاد دارن که این تقلب ممکنه اصلا قبل از اینکه انتخابات ما احساس بکنیم شروع بشه، یا اگر قرار باشه انجام بشه، در همین چیدمان به شکلی این تقلب صورت گرفته. شما فکر می‌کنید در این انتخابات ما تقلب قبل از انتخابات، در طول انتخابات، بعد از انتخابات، چگونه این تقلب رو شما تعریف می‌کنه؟ ببینید، آقای خامنه‌ای تا اون حدی که توان داشته مهندسی انتخابات رو قبل از انتخابات انجام داده که توضیح داده شد. اما در این حال الان نکته‌ای که هستش، مطلوب ایشون اینه که فردی رو بیاره سر کار که کاملا تابع خودش باشه، مطیع خودش باشه و نظرات خودش رو پیش ببره، که بیشتر ایشون بر ایستادگی و مقاومت و عدم سازش تاکید داره و این روشنه. اما از اون سو در میون اصولگراها این بار اجماعی وجود نداره. اگر شما نگاه بکنید الان کلیه گروه‌های راست سنتی، راست محافظه‌کار، رفتن پشت سر آقای ولایتی و کاندیداشون آقای ولایتی. از اون بعد تمام گروه‌های افراطی، راست افراطی، رفتن پشت سر آقای جلیلی. و تو این گروه‌های اصولگرا، با اونی که آقای قالیباف خودش یکی از این اصولگران هستش، الان رسما هیچ کدوم از این گروه‌های اصولگرا ازشون حمایت نکرده، یا حتی از آقای محسن رضایی که بازم ایشون به کمپ اصولگراهان تعلق داره. لذا یه مقدار از نظر گروه‌ها اجماع ایجاد کردن بین اینها این بار کار دشواری هستش. یعنی این یه اختلاف جدی هستش و هم تو مناظرات دیدید که خطر رو بسیار بسیار جدی تلقی می‌کنن، جز آقای جلیلی و آقای حدادادن. همه قبول داشتن که الان نظام بحران‌های عظیمی گرفتارش هستش و وضعیت خطرناکه، و اگر بخوان تقلبی بکنن باید از بالا دستور داده بشه از طرف آقای خامنه‌ای، و کاری که میتونن بکنن اینه که نهاد سرکوب، یعنی به سپاه و بیشتر از همه بسیج و اینها رو بهشون بگن که بره حمایت بکنه، و عمدتاً هم اگه بخوان چنین کاری بکنن بیشتر پشت فردی همچون سعید جلیلی خواهد بود به گمان من. آقای قاضیان، تقلب شما چقدر محتمل میدونید تو این دوره انتخابات؟ خب البته این دیگه سوالی است که من از زاویه نظرسنجی دیگه دربارش بحث نمی‌کنم. حقیقتش نمیشه تا روزای آخر حرفی در این زمینه زد، چون نمیدونیم صحنه نهایی انتخابات چگونه شکل خواهد گرفت. علاوه بر اینکه خب تقلب هم به سادگی میسر نیست و تقلب شیوه های متفاوتی داره. اونچه که در انتخابات سال 88 رخ داد با مفهوم معمول تقلب، اونچه که در قبل در انتخابات همیشگی جمهوری اسلامی وجود داشته، متفاوت بود. در اونجا در واقع تعدادی عدد ساخته شد و ارائه شد، و این خیلی فرق داره با تقلب که مثلا یه عده از این آرای این کم کنن، با آرای اون اضافه کنن، عدد اینو تغییر بدن و امثال اینا، که توی صندوق ها ممکن اتفاق بیفته، به یک سازماندهی وسیع نیاز داره، نمیشه مخفیش کرد، خیلی جاها لو میره. اون اتفاقات حتی در 88 اگر رخ داده بود کنار گذاشته شد و چیزی که اعلام شد دستکاری در عدد بود. اینجا هم ممکنه این دستکاری در عدد رخ بده، ممکنه هم رخ نده. مشکل اینه که هیچ گونه سیستم نظارتی وجود نداره تا کنترل کنه آیا چنین چیزی وجود داره یا نه، و اعتماد رو به شهروندا برگردونه. این اعتمادی که به کلی شکسته شده، و حتی کسانی که مدافع حکومت هستن گاهی اوقات میگن که خب حالا بالاخره هر کی لازم باشه باید بیاد سر کار دیگه. یعنی اونها هم گویی باور کردن که ممکنه در انتخابات دست برده بشه و حکومت حق داره که چنین کاری هم انجام بده. این فقدان باور که ناشی از فقدان یک نوع نظارت عمومی و مستقل روی انتخابات است همیشه وجود داره، این بار هم وجود داره، و تا روزی که نتایج اعلام نشه نمیشه حد زد که چه اتفاقی بر سر آرایی که مردم توی صندوق‌ها ریختن به بار اومد. با توجه به این 8 کاندیدایی که حالا الان شدن 7 کاندیدا، مشخصا ممکنه 6 کاندیدا بشن، با این تصویر و اینکه بالاخره اینا افرادی که حتی یک درصدی از نگرانی رو ممکن بود ایجاد بکنن حذف کردن از مجموعه، فکر می‌کنید بازم میشه پذیرفت که شرایط به گونه پیش بره که
ناچار بشن به همون شکل اوریان دست به تقلب بزنن؟ این اتفاق ممکنه هنوزم رخ بده، چون اینا به طور کلی نشون داده که از ایجاد موج هراسانن. شما نگاه بکنید، تصور قبلی در مورد آقای هاشمی رفسنجانی این بود که ایشون چون رأی نمیاره بنابراین باید بتونه بیاد تو انتخابات، ولی آقای خاتمی چون رأی میاره نباید بتونه بیاد تو انتخابات. بنابراین دو تا برخورد متفاوت میکردن با این دو نفر. ولی وقتی آقای هاشمی آمد و احساس کردن اون موج داره شکل میگیره، بلافاصله مقابله کردن و آقای هاشمی رو رد صلاحیت کردن، با اینکه ممکنه هزینه سنگین داشته باشه برای حاکمیت، اما در حال حاضر نشد زیر بار اون موج بره، چون اون موج وقتی در بگیره اون وقتی یه قابل کنترل نیست. یک بار در دوم خرداد این اتفاق افتاده و حکومت ذائقهش تلخ شده و این سابقه این ذائقه تلخ هنوز وجود داره. الان هم اگر به سمت دو قطبی یا سه قطبی پیش بره، در همین روزهای آینده باز هم ممکن چنین موجی ایجاد بشه. بنابراین در واقع اونا مترصد این هستن که ببینن چگونه خواهد شد. همین خبری که دیروز خبرگزاری فارس داد یه نشانه از این بود که در واقع میخوان جلوی اون موج رو گویی بگیرن و به طرف میگن که حواست رو جمع کن که اگه قرار باشه اون موج درست بشه اون وقتی که ما مقاومت خواهیم.